نباشی. برو. حالا دیگه باشتا نه. حالا چه بینم؟ عاقبت دزدی همینه. دزدی کم از قتل نداره. دزدم باید بره زندان. برو جلو بابا. خیلی خوب. جعفر. بیا اینه همینجا کنده منو بپا بیا اینه همینجا دستگیرش کن ببر سرکار احمدی متوجه شدی داخل که پرونده رو سریع تحویل دادسرا میدی برمیگردی بفرمایید بزیم در رو واکن آقای در تو دست که بیا بیرو بیا بیرو جانم گیر کرد سرکار بفرمای شما بفرمای دفعا تو دیگه ترگی میخواد ببره با این رو رفتنش تو هنوز سربازی 20 سال سربازی من در ببن باز چی شده جعفر بازم شروع شد به بنده در محیط کارم آقا میان سربان سرباز سرکار هرچی شما بفرمایید به اسم کوچیک صدام نمی کنن آقای ساعتچی اینجا محیط کاره منزل تشریف آوردید هرچی گفتید هیچ ایرادی نداره مفهوم آقا خیلی خوب جعفر این پسر من دزده من ازش شاکیم خیلی خوب بفرمایید بشینید شاکی این طرف متهمم اون طرف چرا اومدی این طرفی؟ اینجای توه ببر من اون ور تازه من پیاده بشو نیستم من پادر دارم نمیتونم بیام پایین خب جناب سروان دستور دادم جناب سروان واسه جناب سروانه این نوه خانه منیره جناب سروان دستور شما تمرد میکنه چی کارش کنم؟ اینقدر سوسه نگه واسه منا جعفر بابا این خیلی ناخلفه بندازش حبس هم خونه بخونه چه دیرده آدم بشه با کمر شده اگر هم بخوام بندازمش حبس شما رو بر زمین بذاره یا نه؟ یواش باش یواش. بدی. چرا اومدی وقتی تو اون طرفه؟ بگی بابا چیفت اومد من چیفته چطور؟ خیلی خوب بفرمایید حالا ببینم چی دزدیده؟ دزدیده؟ غلط کرده، می‌خواسته بدزه. سر بزنگو مچش کرد. آدمیه جناب صفوان. ایشون روزگار منو سیاه کرده. من خودم از ایشون شاکی. تو شاکی هستی تو این زنجلی با کمر میگیره ایشون من شناسنامه منو مخفی کرده. شاید هم سربه نیست کرده. من خواهش میکنم از طریق مجاری قانونی از ایشون بگیرین. خواهش پس اعتراف کردی. اعتراف کرد. برای دزدی شناسنامه اومده نه برای سر زدن به پدر پیرش که. اومدم شناسنامه خودم رو سرقت بکنم. جناب سروان میخوان تو اداره استخدام رسمی بکنن برای استخدام رسمی شناسنامه چرا میخوان استخدام بکنن؟ چرا؟ میخواد بره زن بگیره میخواد بره دختر اون ملعون دختر اون رستمیه بیره همه چیز رو میخواد بره بگیره معزولم شکنم جعفر برمیز معزولم شاکیم آقای ساعتچی عزیز واقعا که زشته به خدا زشته بده شناسنامه این پسر رو بره زن بگیره پیر شد این پسر پس تو رم خریده رشوه گرفتی از ایشون چی؟ من رشوه گرفتم؟ من به مامور دولت در حین انجام وظیفه تهمت میزنی؟ میخوای چشامو ببندم اون کاری بکنم که تا حالا نکردم از اون موی سفیدت خجالت بکش پسرت میخواد بره زن بگیره من رشوه گرفتم جناب صاحب منظور بدنت به هر روز میاد اینجا شکایت و شکایت کشی ده معنی نداره یعنی چی؟ بفرما آقا بفرما این پرونده شکایت های این آغاز بچه های اینجا به این پرونده میخندن اسمشو گذاشتن پرونده لیلی و مجنون چرا؟ برای که این آقا 20 ساله نذاشته این پسر با نامزدش ازدواج کنه قایمش میکنم تو کشم که نبینن به بنده و شما و ایشون نخندن برای حفظ آبروداری حالا من رشوه گرفتم بدین شناسنامه رو این پسر بره ازدواج کنه زن بگیره این پرونده هم بسته بشه هم خیال شما راحت بشه هم من هم ایشون هم اهالی این محل چیه نفس میزنی سیگار میکشی من تو عمرم سیگار نکشیدم آره تو گفتی و منم باور کردم خونه جدا گرفتی واسه همین کثافت‌کاری‌ها دیگه خونه جدا گرفتم که قرقرای شما رو نشنوم جواب بابات هم میدی؟ وقتی با کمر سیاه و کبودت کردم میفهمی با بزرگت چجوری صحبت کنی خب ماشین دم در خونه بود سوار میشدی قشنگ میومدیم دیگه من سوار ماشین تو نمیشم از فردا سرم منت بذاری این بر بردمت اون بر بردمت فهمیدی؟ من غلامتم خیلی نوکرتم
سلام آقا جون. سلام باشه. چقدر با این تلفن صحبت کردی؟ سوخت موتوره. من تماس بگیرم. ابریشم یه رو خان مهندس اومد برد. بله آقا جون. چکشم ازش گرفتی؟ با زمین دیگه. اخه. فردا صبحم میای منو میبری کلانتری، یه سری اوراقم از دارایی اومده میای بفروش، می من سر در نمیارم. کلانتری دیگه واسه چی؟ واسه اینکه میخوام از رستمی شکایت بکنم، واسه اینکه ملعونه، واسه اینکه شیاده، واسه اینکه میخواد دختریشو به تو غالب بکنه. اینا یه چیزی به خوردت دادن، جادو جنبل کردن، واسه همین خانوادتو ول کردی رفتی دنبال اون دختره. من کار دارم، گرفتاری دارم، اداره به مرخصی نمیده. این دامادات بگو ببرانت. من پسر بزرگ نکردم داماد من این برون برده. آقا جون یه عمر دعوای شما و رستمی زندگی من و نیلوفر رو نابود کرده. آخه ما چه گناهی کردیم که شما با هم مشکل داریم؟ چرا اینقدر با هم لجبازی میکنی؟ من لجبازم یا اون هوچی؟ بابا من که از اول موافق این ازدواج بودم. من خودم بهت گفتم بیا برو دختر این رستمی رو بگی. مگه من سفره عقد برات ننداختم آخه؟ شما سفره عقد ننداختی اما با شمدون زدی تو کله رستمی نزدی؟ من با هم زدم اون سفره رو چشید که من ناراحت شدم. خوش خورد منظوری نداشت. آره منم منظوری نداشتم. دستم خود به شمدون، شمدون خودش رفت هوا. به من چه؟ خوبه همه دیدن، همه بودن. دیدن شما یه عمر منو داری علاف یه ازدواج ساده میکنی. آقا سعید، آقا جون، مشتری تو مغازه است. آقا مصطفی بهش بگو این شناسنامه منو بده، من برم پی کارم. تمام. نمیدم، نمیدم. تو شعور نداری، میری زن ناجور میگیری. نمیدم. زن ناجور چیه؟ میخوام با همین دختر رستمی ازدواج کنم. به همین دیگه، خریت شاخ و دم نداره. نمیدم. برو برو از جلو چشم دور شو. من تو رو عاقد میکنم. از این شعور داری میفهمی عاقب والدین یعنی چی؟ یعنی نه دنیا رو داری نه آخرت. من آخرت ندارم. من خدا مدادت برسه. آره من آخرت ندارم، اما شما که آخرت داری میدونی اون دنیا کجا میبرنت؟ میبرنت جهنم. میدونی چرا؟ چون من نفرینت کردم. نفرین. آقا جون دیدار به قیامت. خدا حافظ. آقا سعید اجازه بدی. اخه ای باش. به من میگه، به من میگه. قلبم، قلبم. اخ اخ. فردا که از تو اون رستمی شکایت کردم میفهم بچه بزرگ. به من میگه فردا میری جهنم. بیده بود، بیدارش کردم ببرمش منزل، دیدم نفس نمیکشه. شما که عادت دارین دکتر، مثل همیشه است، ناقصه. شروعش نکنید، اینجا بیمارستانه. شما چه خبر شده؟ بگو ببینم آقا جانم چی شده؟ طوری نشده، البته هنوز چی معلوم نیست. عباس، مگه تو داروهای آقا جون رو به موقع ندادی؟ دادم بابا، هول نشو آقا جون که مردنی نیست، هفتش بار سکته کرده، مرده نمرده که. اما کرور کرور جوان سکته میکنن، آه در جا میمیرن. بابا ماشاءالله به این بنیه. سلام. چه آتیشی فرشا کن مغازه شرن شکلی شد. چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ تموم؟ به خیر گذشت. نه نمرد؟ سکته رو رد کرد. دیدی گفتم خانم؟ دیدی گفتم ماشالله به این بنیه؟ ماشالله؟ می نویسم ببریدش خونه. سعید مصطفی آقا جون چی شد؟ کجا داری میری؟ چه داری میری مغازه؟ برو سر کاره. دکتر گفته شما رو ببرم خونه استراحت کنین آقا جون.
من پول آمبولانس نمیدم، میخواستی منو با اتوبوس بیاری به منجی مربوطه. اینا رو که سعید حساب میکنه آقا جون. مصطفا بله، به این آمبولانسی بگو یه جایی چتسی کباب بگی دل صفه گرفتم. دکتر گفته فقط مایعات آقا جون. دکتر غلط کرده با تو، گوجه یادت نره، بگو ریحونش هم خوب بشوره. دکتر چی میفهمم؟ باید یه دکتر خوب دیگه ببریم. خب آقا فهمه چی کار میکنه؟ بله غذا رو میبینم بزن. بله آقا جون بودم نه خودت تنها هم میرون بودی. من مریضم، من سلوم به دستمه، من با سقله بیدم تو میرون بودی. پاشو چشم آقا جون. بینم اخته آقا پیازم گذاشتی؟ بله بابا پیازم گذاشتیم. فلفل میخواد؟ فلفلم فلفل نمیخوام. بله الان داره میاره بابا. بفرم آقا جون. دست درد نکنه، پیشون کارت دارم. آقا جون گشنمه، منم آدمم، بذار یه لقمه چیزی بخورم. نه ترس نمیمیری، ذخیره داری، در نوشابه رو بکن. چشم. میری به سعید میگی که آب دسته به زمین بیا بابات کارت داره. اون که نمیاد آقا جون. میاد آیه یه نهست. نمیاد، منو بخواد دنبال نخودسیا نفرست. بابا بهش بگو من یه کار واجب باش دارم، بفهمه خوشحالم میشه. خوشحال آقا جون، نکنه قضیه ارث و میراث و این حرفا هست. بابا که تو خوشحال میشی. بابا کار واجب باش دارم، بگو بیاد، میخوام شناسنامشو تحویلش بدم. چی؟ عروسی؟ بله، نظرشون عوض شده. مصطفی چی داری میگی؟ دیوونه شدی؟ بابا دیوونه شده. اه کفتمون کردین یه لقمه غذا رو شما. مصطفی اگه راست گفته باشی من یه روزم تو این خونه نمونم. من حوصله کاسه کوزه شکستن و جنگ و دعوا و عقد عروسی رو ندارم. آخه ای خدا، مگه ما چه گناهی به درگاهت کردیم که بعد انقدر مصیبت بکشی؟ چقدر عقد، چقدر عروسی، چقدر خواستگاری، 20 سال بس نبود؟ تو رو خدا موازی این تشک بهش پاره میشه. تو کسی نیست بگو ببینم حال خاله نیلوفر چطوره. به شما بچه ندارین؟ من که هنوز زن نگرفتم، میخوام با خاله نیلوفر عروسی کنم. نشده. من خودم میدونم، خاله گفته. اون چیه دسته؟ شیرینی. مال کیه؟ مال شما. کی داده؟ خاله نیلوفر. خب بازش کن بخوری. به به به، به شما خوش میگذره دیگه. ما اینجایی داریم بالا پایی میریم، جون میکنیم، شما نشستین اینجا دارین شیرینی میخورین. آلما خانوم شیرینی مخصوص هم که داریم میخورین. مثال نیلوفر چطوره؟ ما که ممنون ملاقات شدیم. را خوبه، اونا اینه شما دیگه. یه جنگ و دعوایی با مادر را انداختن که نکن. نیلو میگفت جواز باید بمونه اینجا، مامو میگفت همه رو باید برمونه. آقا چه خبره اینجا؟ این چه بساطی آقا؟ چی شد آقای رفتی؟ سعید خان، در و دیوار سالم تو این راه نذاشتین. آخه چند دفعه این جهاز رو میبرین و میارین؟ سلام آقای رفتی، آقا خیالتون راحت باشه، این دفعه دیگه دفعه آخریه که ما جهاز رو میبریم. مادرم گفته که دیگه ما این داماد رو نمیخوایم دیگه. نه خند آقا، یه دفعه میبرین میگین دفعه آخره، یه دفعه میارین میگین دفعه آخره. اگه مرز خاطر پدرتون نبودا تا حالا حکم تخلیه رو گرفته بودم. این صابخونتون که اینقدر قرقر میکنه چنی آسانسور درسته میکنه؟ چه خبر اینجا؟ اسباب کشیه؟ چرا جهازو میبرن؟ سلام آقا مصطفی. سلام آقا امید. پنچر کردم. دستشوی اینجا کجاست؟ همون بغله. آلما جان پشو بیر. بسی دیگه بهتر بریم دیگه. الان آقا مصطفی میاد یه چیزی میگه، هم شما ناراحت میشه هم ما. بقیه کارم کارگرا انجام میدم. من تو ماشین نشستم. میبینمت. خداحافظ عمو. خداحافظ. چقدر از این خانواده رستمی متنفرم. این پسره، اون داییش. بابا حمید بچه بدی نیست که. اون داییش، اوه یک مارمولکیه. اون اخونون آخر که یادته. با کله زد اینجا. حسابش میدهست.
چی شد از این طرف رو تشبه بردی؟ میخوای باور کن میخوای باور نکن، آقا جونت با ازدواجت موافقت کرد. چی میگی؟ خب نما شده. پسر جون میگم بیا برو با همین دختر شیرنی فروش عروسی کن. شناسنامه بده. خیلی خب بابا، خب همین صدات کردم دیگه، نمیبینم کجا گذاشتم. نگفتین چی شد یهو موافق شدی؟ خواب دیدم، یه خواب خیلی عجیب، توی چمنزاری پر از گل و بلبل و دار و درخت نشسته بودیم پیش یه ملائکه سفید عین قرص ما. بگو قد و گل بگفتیم گل میشدیم. یه به ناقافل من گفت اسم جنابالی چیه؟ گفتم غلام شما تقیه ساعتچی هستم. تا اسم منو شنید حالش عوض شد، رنگه شد عین قیر سیاه، دوتا شاخ در برد عین دیب، دوتا چشما عین مار قاشیه، یکی رفت این بر یکی رفت اون بر. خوف ورم داشت، به من گفت بیا بریم. گفتم کجا؟ یه دیواری رو به هم نشون داد، پشتش آتیش هر هر زبونه میکشید. گفتم که چهار ستون بدنم لرزی، نه اینجا هم که نیست. گفت نفرین پشت سرته، یادته بچه بودی از این پیشیه میترسیدی. گفت دوتا جوون نفرینت کردن، چه نمیدونی با هم وصلت کنن. دیدم این منو ول نمیکنه که دست کردم جیبم، یه هزاری بود یا نمیدونم بیستی بود، خلاصه گرفتم طرفشو. گفتم این باش پیش شما، تشبیه مغازه جبران میکنم. چه جورابم گوشتم تو. تا اینو گفتم خیلی ناراحت شد، دراز شد، سیاه شد، دست انداخت پس یقه منو گرفت، چرخون ول داد طرف آتیشا. چه آتیشی داشتم الو میگرفتم، دیدم یکم بغلسه میشه ور میزنه، برگشت نمیدم اه رستمیه. گفتم شما کجا اینجا کجا؟ اومد جواب منو بده، از چش و گوش و دماغش مارا زدم بیرون. حال ببین اون چه قیافه ای هست که مارم از چش و گوشش بزنه بیرون. تا فردا شناسنامت رو پیدا میکنم میدم بهه. چه ضمانتی وجود داره که نه دوباره تو عقد و عروسی اینا بساطو بپوکن؟ مرد حسابی مگه یخچال خریدی ضمانت میخوای؟ فردا میای میبینی اینجا خالیه و دیگه بابات نی. بیا ماجد کنم. بیا میرم. سیگار میکشی؟ سیگار چی ها بوه؟ سیگار خودتونه شلوغش میگونه بر حرف تو چه بداره میاری؟ حقا که حوچی هستی، همون تو به درد اون خانواده میخوری. نفر میمانداری؟ همه جور، همه ای میوه ای مارسبانی. زمان تحویل؟ آدرستون دارم، خیالتون راحت بشه میفرستم. خدافظ. اصغر، بله چه بازی میکنی؟ بله. مگه بهت نگفتم اول جارو کن بعد بشو؟ چرا اینقدر آب مصرف میکنی؟ چشم. چه خبرته؟ همه وسایل آوردی؟ همه رو طبق لیست. چیزی که نشکسته بود؟ نه، هیچ نمونه. بلای سر این خانواده بیارم تا دیگه جهاز بس نفرستم. ده بلا، شما خودتون گفتین جهازو بیار. تو بچه از هیچی خبر نداری. بلا کسی دعی نزد در من؟ نه یکی کس. یکی چی؟ همینجا نزدیک دو کوچه پایین تر باید ببری بدی. بابا من خستم مادر. آخه بابا دو دقیقه ما استراحت کنیم. برو بیا. خب منم خستم مادر، اون دختری بیچارم خسته است. میگی چیکار کنم؟ نیلو اون که کاذره. حداقل یه ته اینجا رو بکش. کشیدم این مدل سنجش یه جوریه. واه چه کردی شتره پتره. کمک کن بذاریم تو ماشین. چشم. سود باش. عروسکشو آوازه باش. چشم. عجله کن. عروسکشو گشن شدن. بجوم کمک کن. موازه باش. اینطوری که یه ترمز بزنی میریزه. بیشین خودت نگرش دار، من میرونم. موازه مغازه باشه، من برگردم. مادر فعل کن بابا، بازم تصادف کنم. مثل اینکه رانندگی رو خودم یادت دادم فسخلی.
مادر تو رو خدا یواش بریا. تمام روز چشمانم به در مانده است، به پنجره، به نور، و آنقدر دلم میگیرد. تمام روز با آسمان غریبم، با هوای پاک، با شکوفه های درختان و عشق ها و لبخند های آبرین. سلام علیکم. اصغر آقا خانم حسینی نیستن؟ نیستن نه. حمید آقا نیست؟ حمید آقا رفتم بیرون برمیگردن. اما نیلوفر خانم چی؟ نیست. هستن پایین داره کار میکنه. پایین؟ بله. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. خواهش. خوش آمدید. تلفن شما زنگ زد؟ تلفن کجا؟ نکنه من خودم. آره. الو. بله. نه، یه خانم محترمی هستن اینجا، اخ کردم به من، جوابم نمیدن. تو دلشون دارم میخندم، ولی خب شما چقدر دهنتون بو میده. الو. خب میفرمودین. پدرم با ازدواج ما موافقت کرده. من باورم نمیشه. راست. الو. آنتو نمیده. الو. یه لحظه جزه بودیم. آنتناش هم قاطی میکنه. الو. بله. ویدیوشن داره. الو. نه رد شد. پدرتون موافقت کردن؟ برده بودن جهنم. تهدیدش کردن. چوبای بلند آتیش بهش نشون دادن. گفتن اگر این وصلت صورت نگیره، من اومدم قرار روز عروسی بذارم. شما بفرمایید بالا. چش. یه خانم محترم اینجا تو دفترش داشت شعر مینوشت. یه شعر جدید. گرفته است. تموم شد. خیلی قسم میگم این نقلا رو کی باید بخوره؟ بدبخت مشتریاتم. آهای اونجا چه خبره؟ بیا بیرون ببینم. اینا ریخته بود، داشتیم جمعش میکردیم. اونی که ریخته آبروی ماست. مگه من به تو قدغن نکرده بودم به دختر من حرف نزنی؟ به چه حق سر تو انداختی پایین اومد اینجا؟ من گل آوردم برای شما. گل آوردم. غلط کرده با تو روزگارش رو سیاه میکنم. به اون بابای مردنیت بگو مگر اینکه چشم بهش نیفته. حمید زنگ بزن کلانتری بیان اینو ببین. بابا حالا سه تا خیابون اونورتره. پس کجا داری میری؟ مگه نمیگه برم ببینم کجا رفته دیگه.
واسه شعر میخونی؟ آخه این لیاقت داره؟ هرچی میکشم از دست تو میکشم. گلهای بیگناه عشق بیرحمانه شما را پرپر میکند و قلب من در شکستن شاخه های شما عاشقانه میسوزد. آره شده، خاک تو سر اون نام زدت بکنم که عرضه و لیاقت نگه داشتن این جهاز نازنین تو رو نداشت. خانم قهر میکنه، جهنم که قهر میکنی. مگه من چی کار کردم؟ هرچی گفتن گفتم چشم، هر کاری خواستن واسه شون انجام دادم. من چی کار کردم؟ عقد عروسی رو اونا به هم زدن یا من؟ تانا کجا بودی؟ سلام ماما. مگه بهت نگفته بودم ببرش کلونتری؟ باش رفتی گردش؟ آقا آقا سعید ها ماما مثلا دامادمونه. ماما من تازه امروز فهمیدم سعید انقدر سر گلیه. برد کرده؟ چی کاره داشت؟ وای بازم ماما عصبی شد. ماما اومده بود حال احوال پرسی شما. سلام نیلو. به جون ماما راست میگم، دلش بیشتر برای شما تنگ شده بود تا نیلو. به جون ماما راست میگم. این اون بابای خدا بیامرزت آب زیر گاهی. ای بابا یک کلمه حرف از زیر زبونه نمیشه کشید. آ بابا چرا اسم خدا بیامرز وسط میکشی؟ خب انقدر کار نکن که خسته بشی قرقوش سر ما بزنی. خفه؟ به چی کار کنم؟ چی باید ببرم؟ همه رو اینه کار از تو بکنم. سر این کارتو رو بگیر ببینم. اینا رو اول ببریم. بگر زیرشو بگیر شکستنیه. آی ماما نگفتی چی کاره داشت؟ بیچاره باباش مرد. چی؟ ماما چی کار میکنی؟ پام شکست. چی شده؟ چی مرده؟ بابای سعید دیگه تقریبا یه خورده مرده. درست حرف بزن ببینم چه اتفاقی افتاده. وقتی داشته میمرده به سعید وصیت کرده که تو باید با دختر نجیب خانم رستمی ازدواج کنی. بعدم دراز به دراز میفته زمین و میمیره. البته تقریبا تا یه حدودی. بعدم که پسرش فرستاده خواستگاری. اونو که غلط کرده. فقط به منم بگو مرده یا نمرده. نمیدونم. نه شوخی کردم. فکر نکنم مرده باشه. سر کارت گذاشتم. ولی خیلی دلت میخواست بمیده نه؟ زبونتو گاز بگیر بچه. من کی بعد کسی رو خواستم؟ تا حالا من حاضرم یه مورچه نرس. شوخی کردم بابا. نه مادر، تو ماهی ماه شب 14 تو بلند شو برو استراحت کن. دخترت همه اینا رو جمع میکنه. خودم اینا رو جمع میکنه. نه تو هم خسته ای، من خودم جمع میکنم. تو نه پس همه جان بیا مامانو یه خورده قلقلت بگو. آره پس برو بگیر بخواب و الا شیرم و حلالت نمی کنم. خب حالا پسره چی گفت؟ ایچی مامان، گفت باباش موافقت کرده دیگه. فقط موندی شما. حالا دیگه؟ من گفتم شما موافق نیستی. من کی با این ازدواج مخالف بودم؟ اما الان دوباره اگه بخوان بیان خواستگاری من شرط دارم. چه شرطی؟ شرطش اینه که باباش بیاد بگیره بشینه، لام تا کام حرف نزنه، لال لال لال. اگه دخالت کنه، حرف مزخرف بزنه، یه گلدون فرق سرش. آقا جون، من نسبت غلط کرده واسه من شرط گذاشته. من دخترش بیرجیت باردانه که دست دلمون واسهش بلرزه. مگهش نگفتی آقام رو به قبله افتاده؟ آخه شما ماشالله هیچیتون نیست. ببین بیر میزنی. من چیزیم نی؟ دکتر به من گفته تا مسترابم نره لگم بسه زیرت. اینم که میبینی این صادراتیه. باز خاکیش بکنم یا نده؟ اینا لباس پوشیدن اونجا قرار گذاشتیم. بعد آقا جون اصلا ببینم شما بر چی جمع شدیم دوره من. بریم کارتون برسیم مغازه رو کردیم بر اینجا کشیم. یه بار دیگه بیان تو رو بارو نه بابا من حالم بده. من مریضم. من دستمو نمیتونم تکون بدم. کجا بارن چم بیام آخه؟ من بیام اونجا میافتم سقط میشم. نشم میافته رو دست اون زنکه هوچی. از فردا بلند میشه همه جا جار میزنه که خودم جمع جورش کردم. خودم فکشو بستم. بابا کجا بیام؟ من 8 بار رفتیم خواستگاری بسته دیگه. خواهش میکنم از شما یه بار دیگه. خواهش میکنم بچه یه زبون نفهم. من مریضم تکون نباس بخورم. اینی هم که الان تو حیطم الان آنتراک ده که اونم تموم شد. الان باش برم دراز به دراز بیدم. همه الان هم قلبم خرم.
ای وای دستم ها ماترس اون سرنگو بزن به دست من اینکه سروم نداره که خالیه خب همون چسبشم قوت قلبه بری سر کوچه بچه ها پرش کنن من که میدونم بهونه میاری که نیای من بهونه میارم من سرنگ به دستم باید بشه سون به این وقت بشه دو گفته یه سون در جا تکون نخور من بهونه میارم میخوایی منو ببری ببر بیرم چیزی میاد ببر ببر آخه پسر یه نادون کی باباشو با آمبولانس میبره خواستگاری من معذرت میخوام از شما اونجام رسیدیم خواهش میکنم چیزی نگیم باید نارد چیزی نگم هر چقدر دهنم در بیاد میگم لیشار بارش میکنم من معذرت به این رفیق آمبولانسیت هم بگو آجیر بکشه همه شهر بفهمن ما داریم میریم خواستگاری دختر یک افریته خیلی خوش آمدین سرافرازمون فرمودین بفرمایید خیلی خوش آمدیم بفرمایید میزا خوش آمدیم موازه باش خب اختر جون میگفتی ما خدمت میرسیدیم مگه فرقی میکنی من که اصلا اهل این حرفا نیستم بله آقا جونم خودشون اصرار داشتن که من حتما باید به این خواستگاری بیام بله خب من به گور پدرم خندیدم با تو ما هم دلمون به این چیزا خوشه حالا اخوی تشبه بردن خدا بعد نده به هر صورت بزرگواری کردیم بنده نوازه کردیم بفرمایید وای چه گلایی خیلی خوش آمدی نوب کردی برم آقا شما چه سلامت میدادین قربان شما صفا آوردین چطوره شما بفرمایید ببخشید تو رو خدا بفرمایید با اجازه خواهر بفرمایید خوبی خواهر وا پس چرا اینجور شما مثل اینکه خیلی ناراحتی الان یه بالش براتون میارم نیلوفر کجاست؟ بالاست از ترس بابا تا حالا 30 دست لباس عوض کرده من لباسم رو بپوشم تو ببین قشنگ میشم الان اینو پوشیدم خوبه؟ خب دیگه پوشو بریم خاله شیرینیه؟ نه اونو گذاشتم برای عمو سعید بعدن بهش بدم به کسی نگی ها بالش جهاز عروس خودتونه ببینین چه قشنگ دوخته اینو میذارم پشتتون راحت ترشه اخه بهتر شدم دست شما درد نکنه دراز کشته بودم نفسم بارا نمی آمد اختر یاد بگی از خانم رستمی آخه آقا جون ما که هر کاری بکنیم به چشم شما نمیاد انشالله عروس خودتون میاد هر کاری داشته باشین واسه تون انجام میده انشالله ایشالله خانم رستمی من همیشه گفتم این دختر شما خیلی دختر خوبیه خانه‌داری تکمیل ادب و سواد همه چی از هر هنر شما یه ریزم برس برده باشه ها از سر مام زیادیه چه خجالت هم میدین هر کی هر چی داره از پر قنداقش داره مثل همین سعید آقا که نگاه کنین ماشاءالله یه پارچه آقاست غیر از اینه داداش این حقیقته ماشاءالله اختیار دارین دختر شما هم خیلی خانومه آقایون نمیدونین چه خانواده ای هستن این خانواده ای رستمی مادر نیلو پس کجاست همینجاست خانم نیلوفر مهمون داری چایی برامون نمیاری خجالتیه دیگه خانم ما اینجا چای زیاد خوردیم شیرینی زیاد خوردیم نمک گیریم بهتره بریم سر اصل مطلب
بنده تا عمرم به دنیاست آرزو دارم سعادت این دوتا جوونو ببینم. خب این که آرزوی همه ماست. این آقایون محترم که زحمت کشتن تشریف آوردن از دوستان سعید خان هستن. سلامت باشین. الانم کار دارن، کیشیک دارن، اگه مطلبی هست بفرمایید، وگرنه که مبارکه. والا چی بگم، مبارکه 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 مبارکه. چرا به پای هم پیشه و عروس خانم هم که اومد به افتخارشون. ماشالله ماشالله، چاییت هم که خوش رنگه، اگه طعمش هم خوب باشه دیگه نور علا نوره. این سینی رو به دست اختر من کارت دارم، بده با شغلشتم. دستبند تلاش باز دستت کنم، شگون داره. دستو بیا جلو. سعید بازم که این دست آخه اصلا یادم نبود این رو بگیرم. نه هم این طرفه، این چیزش بیدم. نه نه هم این. آقا جون میشه بدی من ببندم؟ بدین خودم میبندم. نه خانم صبر کن، معلوم دارشی که اینش بسته شده. تلاش 24 عیاره ها. دختر جون تشریف آوردی منزل ما و عروس ما شدی. تو اتاق خودت بذار که گم و گور نشه، یه موقع پولی میشه دیگه. وا مگه قراره بیام پیش شما زندگی کنم؟ اتاق براش درست کردم مثل دسته گل، جهازشو چیدم، بیاین ببینین چه قشنگ شده. اگه به اتاق که خونه ما دریای اتاقه، اینقدر تکون نده، هر کدومو خواست ور میداره واسه خودش. این یه رسمه، داماد دست زنشو میگیره میبره خونه خودش. بله این مال قدیما بود، هنوزم همینطوره. بنده پسرمو که داماد سرخونه خدمت شما نمیفرستم که. چه طرز حرف زدنه، اینجا خونه خودشه. اگه خونه خودشه که پس بنده بیام اینجا دور هم زندگی کنیم دیگه. خانوم داما تو خونه خودش ارج و قرب داره، مردم لیچار میگن دیگه، میگن پسر ساعتچی رفته نوکر خانم رستمی شده، نمیگن؟ آقا جون خیلی معذرت میخوام، خانم رستمی خیلی ببخشید، ما که با هم صحبت همونو کردیم چند ساله، نه قرار اینجا زندگی بکنیم نه منزله من اونجا. من آفتاب لب بومم، من دیگه عمری برام نمونده، یه چند روز دندون رو جگر بذارین، من که کپه مرگم رو گذاشتم با هر کی هر غلطی دلتون خواست بکنین. چی؟ این چه طرز حرف زدنه؟ ناراحت نشین، منظور پدر به من بود. مگه نمیبینی هر چی از دلش تر بیاد میگه؟ ببینین اختر خانوم، من دختر خونه پدر شوهر نمیفرستم، حرف آخرم هست. بندم پسر خونه مادر زن نمیفرستم. میخوایم بگین خودم ببندم. اینقدر مثل مادرت بیتاقت نباش دیگه، تموم شد، شلاخشم گم کردم. ده همین دیگه، نایمده دخترمو دارین عذاب میدین، چه برسه بیاد اونجا زندگی کنه. این عذابه، دارم دستبند طلا دستش میکنم، این عذابه. بشین دختر، ما دستبند طلا نخواستیم. ده باز شروع کردین که بابا این حرف بدیه. من میگم محل زندگی عروس خونه دوماده، حرف بدیه. چه بیاد کلفتی تو رو بکنه، چه بیاد زیر پای تو رو جمع بکنه، خدا اون روز نیاره. چی شد؟ چه تو پسر من بیاد نون بگیر و ماست بگیر خونه شما بشه؟ مگه این خانوم بیرجین باردانه؟ حرف میگه دیگه، ما اصلا حرف همدیگر رو نمیفهمیم. آقایون جواب من منفیه. راضی نیستی بفرمایید. که چیزی نگفتن که. چی میخواست بگه دیگه خانوم؟ ادب سرش نمیشه. شما ادب داری که اینجوری داری حرف میزنی؟ تو دخالت نکن، اصلا تو عددی نیستیم واسد بیچی. خودم اصلا میشه مؤدب باشه آقا، مؤدب باشه. بفرمایید بیرون بیرون. چی شد؟ چی شد؟ نفهمیدم. خیال میکنی منم رستمی هم هر چی دلت خواست بگی ما هیچی نگی؟ چی؟ پشت سر شوهر من حرف نزنی ها؟ میزنم، چرا نزنم؟ همه میدونن که از دست تو دق کرد ما. من دق کرد؟ با همین بالش خفت میکنم. من دست تو من دق کرد. ساکت خانم،
جعفر این زنو باید دار بزنی تا عبرت همه زنای بدخلاقه عالم بشه. ساکن ساکت خانم، خانم ساکت. سوزنش گیر کرد دوباره. آقای محترم ساکت، بفرمایید بشینید. خانم بفرمایید بشینید. بفرمایید شما بفرمایید بشینید. آقای محترم بفرمایید بشینید. بله قربان. گزارشی شد آقا. الان میانم قربان. اون متکای مسخره چیه گرفتی دسته؟ قربان این آلت قتله. این خانم خواست که با این متکا فامیلتون رو خفه کنه. بله جناب سروان. حرف نباشه. واقعا به این اخلاق و رفتار. واقعا که. بفرمید آقا گزارشتون رو بنویسید. چست قربان. آقای ساعتی. شما قربان. خانم رستمی شما؟ من راه روی این کلانتری را خیلی دوست دارم، چون فقط اینجا میتونیم با هم تنهایی صحبت کنیم. کاش یه سلول از اینجا رو به ما میدادن تا دوتایی با هم خوشبخت زندگی کنیم. حبس ابد یا موقت؟ شوخی نکنید، من جدی میگم. من فکرامو کردم، بیاید با هم فرار کنیم، بریم همون جایی که شما برام تو نامه هاتون نوشته بودین. یه جای سرسبز، کوه، درخت، جنگل، پرنده. آخه نمیشه، شناسنامه هم دست بابامه. خب ازش بدوزی؟ خدا سرکار دیگه، دیگه من دوزی نکردم. سرکار جون خودم دیدم اومده تو خونه، اومده چیکار کنه، دوزی میکرده. تو کلم تری حرف دوزی میزنی؟ آخه پس ما چیکار کنیم؟ صبر. مثل همه ی عاشقا حرفای شما به من امید میده. من برای شما یه شیرینی پختم، از همونایی که خیلی دوست دارین. ایشالله که خوشتون بیاد. جناب سروان، گزارش آماده است. خیلی خوب. خانم رستمی، بنده میدونم که شما به سرنوشت دخترتون علاقه‌مندین، همینطور که آقای ساعتی علاقه‌مندن که این وصلت هر چه زودتر صورت بگیره. بنده یه پیشنهاد دارم. اجازه میخوام که شما اجازه بدید که این اسباب و اساسیه و جهیزیه از منزل شما منتقل بشه به منزل داماد که تازه اجاره کردن. فکر خوبیه. بله. آقای ساعتی هم موافقت خودشون رو اعلام کردن. من بدون دخترم نمیتونم زندگی کنم. و خانم ایشون هم بدون پسرشون نمیتونه زندگی کنن. نه، معنی نداره. قربان مادر من که موافقه. چی رو موافقم؟ خانم گذشت هم از جانب شماست، هم از جانب ایشون، برای خیر و صلاح فرزندانتون. خانم موافقم. بله قربان. هرچی صلاحه. عالیه. مبارکه. جعفر چه ضمانتی وجود داره ایشون این وسایل رو بفرسته خونه داماد؟ من ضمانت میکنم آقای ساعتی. بله قربان، شما بفرمایید برای راه اندازی یه عروسی مفصل. در دیواره که شما زخم کردین. شش بارو کرد. این کسی به سخت نمیرسه.
کنم دیوان میشه دیوان خوش قشنگتره شما اینه داشته باش من برم پیچ پوشتی خودم دارم یواش مواظب باشه کارتای عروسی به به این قشنگه این قشنگه یه لحظه اجازه بدی این قشنگه سلام دختر خاله خوبی؟ شما شما این کار ترسین دیگوه دختر خاله حتما بیه نا تشریف بیاری بسیار خوشحال میشی سرفراز بود میکنی خوشحال سلامت سلامت باز شروع شد عزیز من چقدر بنویسم و خط بزنم اینا اسناد دولتیه اصلا میدونی چیه من وقت ندارم آقا آقا خواهش میکنم آقا به خاطر ما این دفعه آخره آقا شما اصلا قضا عروسی نداریم آقا جان شما اینجوری شما معمولی من میخوام همونی بدیم برای عروسی من این برکت خدا رو بریزم تو جون خواهش میکنم قربان یک دو سه آزمایش میکنیم سلام علیکم سرفرازمون دردی مشرف منور مبارک باشه ان شاء الله به دل خوش مرده آقا جون آقا شناسنامه آقا سعید میخواد خیلی برو بهش بگو حالا بعدم نمیشه میگه تا شناسنامه نباشه خطبه نمیخونم برو بهش بگو میام آخه نمیشه من میام خوب هستی ان شاء الله سلام علیکم من واقعا شرمنده شما موقعی که این جهاز آوردن بار آخر دیگه خیلی این دردی بار رو خراب کرد آقا آوردنش که مسئله ای نبود شما خود تشریف داشتی بردنش آقا باز دو مرتبه زدن همه در دیوار رو ضبط کردن بردنش؟ بله آقا چه بردنش؟ نصف شب عین دزدا هی میگم خانم رستمی آخه این موقع جهاز بردنه؟ شرگری بنا بیار این چرا یه حالش بد شد گمونم بو بردن آبجی آخو چون نگران نباش من قلبتون خوب نیست من کار بازم بلند شو صفا چشم آخو چون بگی بشی میدم رفتی عروس رو ببری آرایشگاه چیز مشکوکی اونجا ندیدی مثلا چی؟ مثلا جهاز ایوا خاک عالم راست میگی آقا جون جهاز اونجا چی کار میکرد؟ حمید جان پس چرا خطبه رو نمیخونه؟ چشم مادر
بچه ها فکر میکنم موضوع خرابه. خب بگو بخونه دیگه. خیلی خوب آج آقا بخونید دیگه. شناسنامه داماد کو؟ خب شما بخونید مگه دفعه اولتونه. شناسنامه داماد نباشه نمیخونم. چشمانو میارم. خب آقای سعد چی شناسنامه سعید لطف میکنی؟ بار دنبال کاره. آقایت منتظره. بی خود کرده با تو. شما مثل اینکه حالتون خوش نیست. اتفاقی افتاده؟ خانومو تازه میگه اتفاقی افتاده. چوبو که برداری ها گربه دوزه حساب کار دستش میاد. من اصلا با شما حرفی ندارم. میشم بعد اون بلندگوته بده من بیدم. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. اولا به افتخار این دو گل نوشکفته یک کف مرتب بزنین. بس شده. دوما این آقایی که اینجا نشسته این شاخ شمشاد پسر من نیست. چرا؟ چون خائنه. چون ایشون تصمیم گرفته با این خانم زرنگ آقای منو ببرن. ایشون میخواد بره نوکر در خونه این خانم بشه. آقا مؤدب باشه. من مؤدب باشم؟ عباس انگیزن کلانتر بیان دستگیرش کنن ببرن. من از شما هم شکایت دارم. من از این ردیف شاکیم. شما غلط میکنی با هفت پشتت که جشن منو به هم بزنی. راست میگه. چی خیال کردی؟ فکر کردی مملکت سه آب نهنده؟ بشینید. به خدا قسم دیگه از این کلانتری میرم از دست شما. چقدر بیا بروی شکایت شکایت و شکایت کشی دیگه بسه. هم ردیفای من همه ترفی گرفتن و رفتن. من هنوز درگیر این پروندم. بسه بابا. چقدر ساکت باش آقا. بفرما بشین. بفرمایید آقا. بفرمایید ساکت باشید عزیز من. آخه چقدر شکایت و شکایت کشی. چقدر بی آبرویی. یه خوردن به فکر این جوونا باشین. چقدر به احترام شما هیچی نگن. ای بابا سرکار احمدی اونا چیه دستت آقا؟ قربان اینا آلات جرمه. با اینا داشتن که همدیگر رو میزدن ما گرفتیمش. واقعا که دعوا سر چی بوده؟ فکر کنم سر این بود که عروس داماد باید کجا زندگی بکنه. خجالت داره. جعفر این زن دیوانه است. جنون داره. اگه من مردم به همه بگو قاتل منی. من دیوونم مردنی؟ لبه گور. اصغر یه گرگ اومده به من. مادر خواهش میکنم. مادر از هرچی لباس عروس و عروسی رو متنفرم. من دیگه تحمل ندارم. خودم رو میکشم. خدا نکنه. اتفاقا امشب چقدر این لباس به شما میومد. جدی میگی؟ خودم دوختم. فقط این مادرتون این دستتونی که میکشید این پاره شد. من خیلی ناراحت شدم. شما گرسنه‌تون نیست؟ میخوایم یه ساندویچ این بغله برم یه ساندویچ برشون. نه چیزی نمیتونم بخورم. سنگینم مثل معنای شب. ایرونم شما عروسی که مون راستی شما و نهارا چی کار میکنین؟ شام آجه شام که نمیخورم. میدونی چاق میشم. زورا یه سراشپز دارم. دستور بهش میدم برام یه بوغلمون سرخ کرده میاره با دو تا تخم مرغ نیمرو کنارش. اون بوغلمون رو که دوست ندارم اون دو تا تخم مرغ رو میخورم. تلفن شما زنگ زد؟ راستی تلفن زنگ زد؟
الو. بله. سراشپزه میخواد با شما صحبت بکنه. الو. میگه با شما برای شما چیز نمیخوای سفارش بدیم؟ دهنش بوده. بچه ها بابا اینا هم دیگه تیکه پاره کردن اون تو. شما نشستی اینجا داریم میخندی؟ عجب بابا چیه تلفون چیه؟ چون که جایده بگیم ما هم بخندیم. بچه اینو شنیدین؟ اینجا که جایده یا آقای تلفون میزنه بانگ. چشم هرچی شما بفرمایید. خیلی متشکرم. آقای ساعتی، خانم رستمی مطلبی دارن که عنوان میکنن. خواهش میکنم بفرمایید. نه جعفر بهش بگو جلو نیاد. جلو از همونجا وایسادن بفرما ما میشنویم. بفرمایید خانم، خواهش میکنم. آقای ساعتی، من از شما واقعا معذرت میخوام. میدونید خب من یه مادرم، منظور بدی که نداشتم. باشه چشم، جهیزیه رو میبریم خونه سعید آقا که خیال شما را هم. آها، پس دیدید که من مقصر نبودم. بله. بابا این چه سلامی کرده کی؟ ببخشید. آخه ما خسته شدیم دیگه از وقتی. مسخرهشو در برده. هر روز عروسی خجالت نمی‌کشه. آقا جان، صفا نداریم. اگه شما کار زندگی ندارید بریم کنیم. ندارید خدا تمام شده. آقا جون ندارید خدا خدا اگه نره بیرون و با همین دفتر اخلاد رسمی میکنم پی فرق سرم تا خیال شما راحت بشه. آجاقا خواهش میکنم، آجاقا گوش بدید شما یه لحظه ما. اوه ما جون شما کسی ندارید رجب. این تنفتا بیار تا من اینجرا آتیش بذارم خیالشون راحت شه و برم. یک دو سه آزمایش میکنی به زور دیگه. چیزی نیست که اگه روزی من مرد جو مرد. سیب بود دیگه، از بشقاب افتاد، چیزی نبود. از قرار اونها رو بردار ببر. شما بفرمی خواهش کنم، راحت بشین. بفرمی بفرمی دیگه جان، بفرمی شما بفرمی اون سفر راحت بشین. حاج آقا بخونید دیگه. شناسنامه ها رو لود کنین آقا. خواهش مانم عروس خانم همون بار اول بله رو بگه تا قائل خط بشه. قائله چی حاج آقا؟ عروسیه. بله همونطوری که شما فرمودین عروسی. شناسنامه ها رو لود کن. بله چشم، شناسنامه عروس خانم. آقا داماد. چشم. آقای ساعت چی؟ شناسنامه سعید رو لطف میکنید. ممنون.
سلام آقای ساعتچی. سلام. بفرمایید. شما چطوره؟ ان شاء الله بفرمایید. خدمتتون سلامت بشین. مشرف فرمودین. چه عجب سلامت بشین. این دستتون. حالا اسباب کشی که کردین این افتاده بود تو راپله ها، فکر میکنم مال عروس خانوم باشه. خوش اومدین. به افتخار دو گل رو شکفته کف مرا. اوی مصطفی همه رو تلمبار کرده رو هم دیگه بیمار آشپزخونه. گفتم دوتا بودا. مصطفی اینا رو چرا گذاشته اینجا؟ شعور نداره، میفته میشکنه دیگه. این یکی و اینم جفتش. اینا چیه؟ چیا؟ این جلو جهاز مال کیه؟ اسرائیل اومده بودن خواستگاریتون. پس این توردوزیار هم خودتون کردین، خیاط شدین، مروار دوزی میکنین. چرا خفه خون گرفتین؟ خفت میکنو. عروس خانوم اگر حاضرید بگید بله. وکیلم. با اجازه بزرگترهای فامیل و مادر عزیز هم. دعوا شد، دعوا شد. خانم رستمی آقای ساعتچی خفه داره میگه. حمید اصغر. بله. کامیون بگیری جهاز از این خونه نکبتی ببریم. یه کامیون بشید دست به دست بده بره. جهاز دختر خانم رستمی رو دزدیدن. جمع کنین برید. جمع کن بره. جمع کن بره. بعد از این چجوری میخواد زندگی تو رو تامین کنه؟ دایش راست میگه، به خدا بذار این بازاری بیاد خواستگاریت. میگه بعضش خوبه، حالا سنش کم زیاده، خوشوهره دیگه بالاخره. دایید میگه خوشبختت میکنه. ها؟ صورت بکنه.
قرصم بدم که خوابم هم ببره از بس که خستم. قرصم خوشبختتون میکنم. دختر جون تلاش بیچار عیار ها مواظب باش گم نکنی. وکیلم قابل شما رو سلام. چای بیارم خانم؟ چیزی شده خانم؟ نه. برو دو تا نون بگیر الان حمید آقا و خانم میان. الان؟ برو دیگه. چشم چشم چشم. چیزی شده؟ منو ببرین یه جای دور، یه جایی که طبیعت باشه، رودخونه، پرنده، گل، یا آخه کجا برم؟ برویم تا لب رود، پای آن کاج بلند، پشت پرچین خیال. مستقیم برم خوبه؟ هیچ کس از ماهی شورید بخت نمیپرسه که کجا میره. رودخونه اونو به دریای ابدیت میرسونه. خدا حافظ این مردم خوشبخت، خدا حافظ این آبرین خسته، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. شما هم خداحافظی کنید. چشم. خداحافظ این مردم خوشبخت، خداحافظ، خداحافظ آقا، خداحافظ شما، خداحافظ، خداحافظ. وقتی من غمگین هستم هیچ وقت با من شوخی نکنید. شش حمید بیدار. چی؟ چی؟ حمید دوست؟ نه نه نیلو، نیلو. چی؟ نیلو. نیلو فکر کجا؟ بچم بلای سرش نیاد. درختان حماسی یک عمر مثل یک تک درخت پیر نگران پرنده ها بودن. کاش پرنده ها هم یکم به فکر این تک درخت پیر بودن. راستی چرا درخت ها نمیتونن پرواز کنن؟ خب درخت هم میگه بالا پر که ندارن، ریشه دارن به زمین. چرا نمیذارن پرنده های عاشق پرواز کنن؟ چرا بالاشونو بستن؟ چرا قلبشونو شکستن؟ بله درست میگه. میگم ما خیلی داریم دور میشیم ها، خانوادتون اطلاع دارن. بفرمایید. دستم به دامنتون جب سرم. بچه حدس میزنی ممکنه کجا رفته باشن؟ حدس کدومه جناب سرم، اینا یه بارم با هم بیرون نرفته بودن. بار اولشونه. بار اولشونه؟ بله. تو این 20 سال؟ بله. شوخی میکنی؟ اگه امروز
آخرین روز دیدارمون باشه، چه آرزویی داریم که من برآورده کنم؟ آرزو؟ نه آرزو نداریم. خواهش میکنم بگی. آخه ناراحت میشین. اینجا که کسی نیست، بگی. آخه بعضی از خانوما حساسیت دارن آدم راجع به صحبت میکنه. بگی دیگه. من همیشه آرزو میبوده که شما رو ببخشید. خیلی ببخشید. بدون عینک ببینید. ناراحت شده؟ یه حس عجیبی دارم. میدونید امروز من و شما به تاریخ عشق میپیوندیم. یه قصه جاودانه. بله. چرا؟ فردا همه درباره من و شما صحبت میکنن. میگن دو تا پرنده عاشق بودن کنار هم که با هم پرواز کردن به سوی ابدیت. چرا ابدیت؟ سعی نکنید منو منصرف کنید. خیلی ساده و شاعرانه ما با هم شیرینی میخوریم. فکر خوبیه. این شیرینی ها شیرینی های مرگه. دو تا از اینا رو که بخوریم به خواب ابدی میریم. یعنی میمیریم؟ مگه تو این شیرینی ها چیه؟ سم. یه سم قوی. سم؟ صبح بود، زود بود. من خوابیده بودم. بعد دیدم یکی با لغت با مش به شیشه میزنه. خدایا زلزله اومده. اومدم در باز کردم. دیدم خانم نیلوفره. خب؟ خیلی حالش خراب بودش. کیفش گلمبه شده بود. فکر کنم دوی کیفش تناب آورده بود خودشو به دار بزنه. شما تنابو دیدی؟ من فکر کنم تناب آورده بودش. نمیخواد فکر کنی. چشم. بهت چی گفت؟ آها، به من گفت برو دوتا نون بگیر. خب گرفتی؟ بله بله، این نون وای هستش. خیلی با هم رفیقیم ما. رفتم گفتم بله مشهد، اما با هم صمیمی. میگفتم دو تا نون سنجاش سفارشی داده. بازم سنگک گرفتی؟ صد دفعه بهت نگفتم نون تافتون بگیر؟ بس خانمی خودش بنزه کافی چرت و پرت میگه. ببینم آقا جون، پسر منم اینجا اومد.
سعید آقا. بله اونم اینجا بود؟ اونم بود. فکر کنم اونم میخواست خودشو بکشه. چرا؟ خیلی گاز زیاد داد به ماشینش رفت با نیلوفر خانم. گاز تند و سرعت دار. از این منم رفتن. پیداش کردم. پیداش کردم جناب سرور. پیداش کردم. چی دارید؟ قوطی قرص شماست؟ خالیه. این قرصا. آخه چرا خوردین؟ من فکر کردم شیرینی مثل همیشه. حالا من چه خاکی تو سرم کنم؟ نگران من نباشم، میرم یه دکتری چیز خوب میشم. من نگران شما نیستم. شما همه نقشه های منو به هم ریختیم. قرار گذاشته بودم با هم بمیریم. خیلی شاعرانه تو نامم اینطوری نوشته بودم. حالا اگه شما بمیرین همه میفهمن من دیرتر خوردم. خب میخوایم بریم نامه رو پاره بکنیم بعد دوباره بریم از اول خودمونو بکشیم، این خوبه؟ شوخی میکنی؟ من سم خوردم، بلنشیم بریم یه درمونگاهی چیزی. آخه من نمیام. من به این درخت ها، به این طبیعت قول دادم که خودم رو بکشم. اگه تو رو در واسه این درخت ها موندین، خیلی خوب بمونید. من میرم. ببخشین درخت های محترم، ببخشید. ای طبیعت زیبا بدرود. چرا همچی کردی؟ حالا با همیم. من دیگه شما رو تنها نمیذارم. بلنشین بریم، خواهش میکنم. زندگی برای من تموم شده است. من نمیخوام بمیرم. سعید، به خاطر من. به خاطر شما چی؟ بیا با هم بمیریم. منو تو رو درواسی نندازیم، میمیرم ناراحت میشم. خواهش میکنم، به خاطر نیلوفر. عجب چه گرفتاری شدیم. خانم رستمی، خانم این قوطی قرص خواباوره، درسته؟ قوطی شاره، ولی یه قرص دیگه توش بود. چه قرصی؟ من نمیتونم بگم، قرص خوبی نبود، نمیتونم بگم. یعنی چی؟ خب ما باید بدونیم چه قرصی این تو بوده یا نه، که اگه پیداشون کردیم خورده بودن لااقل بتونیم پیشگیری کنیم یا نه. نمیتونم بگم آقا، نمیتونم بگم. جعفر اینا شاید دست به یکی کردن، پسر منو چیز خورد کردن، میخوان تلفش کنن. آخر یه گلدون بده، این داره زیاد یه حرف ما میزنه. من نمیدونم چرا داری میگی آقا. ساکت آقا. چی نگفتن که مادر جون به من میگی چه قرصی خورده بود؟ داره گوشم به میگی بگو. من خب اینو از اول میگفتی مادر. جعفر اگه پسر من با این قرصه بخواد خودشو بکشه، اما اسمش خودکشی نیست، کسافت کاریه. من یه دونه از این قرصه میخورم، سه روز پشتر مستر رو باید رختقا بندزم بخواب. آقا جون، سعید بیا بیرون. خواهش میکنم سعید بیا بیرون. خانم من تازه اومدم اینجا. التماس میکنم سعید جان بیا بیرون. حولم نکنید. چه صافتی شد. پولم افتاد. اینقدر مادی نباش بیا بیرون سعید. اومدم خانم، اومدم. خواهش میکنم نیلوفر. سعید ازت ممنونم. ازت ممنونم. فقط یکم سریع تر. اینجا وای نستا. چشم. اینجا وای نستا، وای نستا. خواهش میکنم یکم سریع تر. پسر من خیلی دلبسته دختر شما بود. من نمیدونم چه حسابی بود، اینا واسه هم اینقدر بیقراری میکردن. حتما یه چیزی بوده ما نمیدونیم دیگه، و الا این همه دختر.
آخه نیلو خیلی نازنینه، بوری فرشته است. وقتی پدرش فوت کرد اون مغازه رو اداره کرد. نمیتونین چقدر سختی یه عمر آدم تو اون زیر زمین زندگی کنه. بله درسته، البته شما هم پدری کردی هم مادری. دست درم نکنی. شما دعا کن برگردن که عروسی بگیریم، همه عروس بدن هم بمونن. شما اون پیرن آبیه رو بپوش که بهت میاد، منم اینو میپوشم که به لباس آبی شما بیاد. نه این لباس که به شما نمیاد، شما اون مشکی رو بپوشید. نه این واسه عروسی که این بهتره که. نه اینو دیگه شما باید بیاد این کاسه بشقابی از این سبدای تو آشپزخونه بگیرید. چی؟ من اینو بدم کاسه بشقابی؟ خب بله، برای که به تنتون زار میزنه. خانم این پارچه انگلیسیه. خب باشه، چه ربطی داره؟ شما که خودتون نمیبینید چقدر بد میشه تو این لباس گله گشاد. من بد میشم؟ آره. من بد میشم؟ من تو خیابون را میرم دختره باتم میفتن تو جو. پس چرا نمیاین بیرون؟ این دره قفل شده باز نمیشه. آخه من باید دارم دستشویی. میدونم این باز نمیشه. خب یه فکری بکنید. اینقدر غلغل نکنید دیگه. من میکنی من خوشحالم این تو گیر کردن. خب آخه پس من چی کار کنم؟ بریم یه جای دیگه. آخه این دیگه جایی نیست من برم. چه زن دست با شلفتی هستی؟ من دست با شلفتی هم؟ یا شما که اون تو گیر کردین نمیتونیم بیایم بیرون؟ من رفتم. نیلوفر خانم نرین، خواهش میکنم نرین، منو اینجا تنها نذارین. به شما میگن مرد؟ به خودتون نگاه کردین؟ توی دستشویی گیر کردین؟ میلرزین و میترسین؟ خب آخه این عقلتون رو به کار بندازین، اون در رو وا کنین. نمیشه، باز نمیشه. باز نمیشه؟ برین کنار تا بهتون بگم. برو کنار. برو کنار. دستت درد نکنه، تو فرشته نجات منی، داشتم خفه می شدم اون تو. خاک بر سرت کنن. چی؟ چی گفتی؟ واقعا که مرد بی عرضه بی لیاقتی هستی. حیف من که یه عمر نشستم منتظر شما. بایستی میبینم منظورتون چیه؟ منظورم اینه که بهتره بری بمیری. من که دارم میمیرم شما بهم سم دادین، وقت نفرین هم میکنی؟ اونم از روی بیشوریتونه که بیا جزه میدین سر کیف من، شیرنی برمیدارین میخوری. خیلی دارین تون میرین. من تون میرم؟ بعد از 20 سال من تون میرم؟ یا شما؟ من تون میرم که 20 سال منتظرتون نشستم. یه دیگه ورق کاغذو برین از پدرتون بگیریم بیاریم بریم یه عروسی را بندازین. این یه حقیقته که شما بی ارزو بی لیاقتین، نمیتونین شناسامتون از پدرتون بگیرین. اگرم ناراحت میشین بشین به جهنم. مگه با بدبختی نرفتم المسنو گرفتم گفتم بیا بریم یواشکی مسر عقد بکنیم؟ گفتی باید حتما لباس عروس تنم باشه. نمیام، 100 سال دیگه هم نمیام یواشکی مسر. مگه من مثل شما از پدرتون میترسم که یواشکی بیام مسر؟ مگه من چه خطایی کردم؟ چقدر بدبختم من. من یه دختر ترشیده بدبختم که 20 سال توی اون زیر زمین نشستم، برای مردم کیک درست کردم تا کیک عروسی خودم رو درست کنم. آره من حسرت یه عروسی به دلم مونده. اون وقت شما یه شناس دارم از پدرتون نمیتونین بگیرین. بایستید منو تماشا کنین. همه دوستام شوهر کردن، بچه دار شدن، همه به من میگن تو تویش بمرگیم. چرا خواب نمیزنی؟
خواهش میکنم. اجازه بدید. سعید جان، آقای ساعتی، سعید آقا، اجازه بدید. من میدونم که شما عصبانی هستید. به شما حق میدم. به اینام گفتم. هر کس دیگه ایم بود عصبانی میشد. ولی این راهش نیست. بیان پایین با هم صحبت میکنیم. موضوع حل میشه. شناسنامم کجاست؟ اگه دادی که دادی، اگه ندادی خونتو با آتیش میکشم. تمام فرشتو میسوزونم. بچه نادون، شناسنامتو میدم با فرش چیکار داری؟ بابا ما توافق کردیم. دوباره عقلتو دادی دست اون دختره دیوونه. دیوونه؟ شناسنامه میدین؟ یا قدم صدا میکنین ما را عقل کنن. تمام. حواست پنجره باشه، کسی اومد چلو به من بگو. سعید سرم گیج میره. دست روی به دیوار. من سرم گیج میره سعید. سعید اولین بار تو کی از من خوشت اومد؟ اصلا برای چی من رو دوست داری؟ ما واسه شیرنیات خیلی خوشمزه است. سعید جان، پسر بابا. سعید بچه رو نمیای؟ اگه دست به وسایل من بزنی ها میام تو با کمر میزنم ساکت باشید آقا، ساکت باشید آقا، ساکت باشید. چی کار داری میکنی؟ حال خودشونو نیستن اونا، نمیفهمی؟ به خدا قسم بلایی به سر این دوتا جوون بیاد، یک راست میفرسم به زندان. پسر خودمه، به کسی دخلی نداره. به من دخلی نداره؟ سرکار احمدی، بله قربان، به دستاش دست من بزن. اینجاست، بیا کمربندت اینجاست، بیا بگیرش. بیا برو، بیا برو، با شما کار داریم. بیا برو جلو. جعفر حالش خرابه، نفت نریزه رو من آتیش بزنه. نه خوشم، نه از نیرو بپرس ازش. بیا بری جلو. حال نیرو ازش بپرس. بیا جلو تر. بفرم. بیا بردار بزن. بیا مرد 40 ساله رو بزن. تو بزنی من چیزی نمیگم. پدرمی، حق داری، اما اینا خیال میکنن من از شما میترسم. اینا میخندن وقتی من شما رو کول میکنم. به اینا بگو، به اینا بگو چرا من به شما احترام میذارم. به اینا چی کار داری؟ اینا امروز هستن فردا نیستن. من میمونم و تو. سعید، من با بدبختی تو رو بزرگ کردم. برای کی؟ اگه منو کول کنی طوری نمیشه. من مریض میشم، کی باید به من برسه؟ کی باید منو کول کنه؟ سعید جان، منم تو رو زیاد کول کردم. یادته بعد مادر خدا بیامرزه شبا از خواب میپریدی بهونه مادرتو میگرفتی؟ من خر میشدم کولت میکردم، دور اتاق میگردوندمت که یادت بره کی رختاتو میشست، کی برات غذا درست میکرد. دستم بشکنی با این کمر اگه تو رو زده باشم. دهه ما رو با دیوار داریم صحبت میکنیم. دوباره بابا شو بلترم سراغ اون دختره. حاج آقای گل خیلی خوش اومد. آقا بیدم کنی چی هست؟ من میخوای آقا من اومدم بابا بیکار نشید دست قشنگ رو بزن. برو یه دست نگه. شناسنامه‌اش کجاست؟ بابا بگو دیگه، بگو. بابا اونجا
هزار تا جنس ناجوره نمیتونم بگم. تو هم سن کرد به حساب من تو نمیشه. یه دقیقه وقت داریم. یه دقیقه. یه رو تنبال کن. میتونی تنبال کنی؟ بابا حرف بزن. من میترسم. چی در بیاورم وکیلم سرکار خانوم نیلوفر رستمی بنده وکیلم. بگو دیگه. به پای هم پیر شن ایشالله. اینا که به هم رسیدن ولی ما تنها شدیم. چرا خانم این حرفا چیه؟ ما تازه با هم قوم و خویش شدیم، میخواییم با هم رفت و آمد بکنیم. از این نظر که حوصله مون سر نره ها. چقدر این لباسا به شما میاد؟ این لباسا هم به شما خیلی میاد. اون دفعه شما گفتی به پوش پوشیدم. چون شما گفتی منم پوشیدم.